دیرم شده میشه چی؟ I am late. بخواهیم ببریم به گذشته. گذشته امو ایزار چی میشد؟ was over. باری کرده میگی چی؟ I was late. دیرم شده. Okay. Yesterday. برای چی؟ برای کار. خب زمان رو قید زمان رو گفتیم همیشه آخر میاریم دیگه، درسته؟ پس بحثی راجع به این نداری. مثلا میگیم I was late for work yesterday. دیروز برای کار دیرم شده بود. یا سر کار دیر کردم. I was late. I was late for work. For work yesterday. حالا چرا دیر کرده بود؟ خواهد دلیلشو بگیم. میگه مجبور بودم چیکار بکنم؟ برم دندون پزشک. I had to. I had to go to the dentist. I had to go to the dentist. این به همین سال بگیرد. خب I was late for work yesterday. دیروز سر کار دیر رفتم. چرا؟ چون مجبور بودم برم پیش دندون پزشک. میخوام چی رو بگم؟ میخوام بگم have to در معنای مجبور بودن، has to که برای سوم شخص در معنای مجبور بودن استفاده میکردیم، این برای زمان حال بود present. توی زمان گذشته این میشد چی؟ باریکلا. فرقی نمیکرد سوم شخص باشه، جمع باشه، هر چی باشه. چی میشه تو زمان گذشته که بهش میگه past tense، past گذشته، tense حالت گرامری زمان رو میگن چی؟ tense. have to استفاده میکنم. مجبور بودم برم دیروز. I had to go yesterday. I had to go yesterday. بابا مجبور بودم بگم. I had to say. I had to say. میگه چرا بدونه گواهینامه رانندگی کردی؟ بدون گواهینامه رانندگی کردی. Without the driving license you drive. You drove. گذشتهش رانندگی کرد. میگه چون که مجبور بودم. Because I had to. Because I had to. خب مثال بعدی، دیروز مجبور بودیم پیاده بریم خونه. We had to walk home last night. We had دقت کنید. We had to ما مجبور بودیم. We had to پیاده روی کنیم، پیاده بریم. Walk کجا؟ خونه. Home. آقا چرا تو نذاشتی؟ گفتیم قبل از هم تو نمیاد. We had to walk home. مجبور بودیم پیاده بریم خونه. کی؟ دیشب. Last night. چرا؟ دلیلش اینجا میگه. میگه چون که هیچ اتوبوسی نبود. بود چی میشه؟ وجود داشت. There were no buses. چون که بود هیچ اتوبوسی. یه نو منفی کردن. There were no buses. There were no money. Okay. یادتونه بچه ها من تو بحث کلیپ های مکالمه there is رو معرفی کردم به معنی وجود داشتن. There is وجود دارد. There are وجود دارند. گذشته اینا چی میشه؟ There was برای یکی، برای بیشتر چی میشه؟ There were. خب خب دیگه هیچ اتوبوسی وجود نداشت، جمعه، از باز استفاده نمی کنه. از چی استفاده می کنه؟ از there. There were no buses. There were no problem. Okay? No problems. خب حالا بگذاریم بقیه. حالا problem تو حالت جمعی و تو حالت مفردیش رو با هم بررسی خواهیم کرد. گرفتی چی میخوام بگم اینجا؟ یعنی میبینه زمانها رو میتونیم الان با هم لینک بکنیم. چیزی که یاد گرفتیم و میتونیم با هم صحبت بکنیم، جملات متفاوت بسازیم. حالا یه بحث دیگه میمونه، بحث سوالی کردن have to یا سوالی کردن had to. اینا رو چجوری سوالی بکنیم؟ اینجا رو یه یادداشت بکنید لطفا. حتما هم گفتم بچه ها باید نوت برداری بکنن، یه دفتر گرامری جداگونه صفر تا صد داره خودشون داشته باشن. اینجا که تدریس ها تموم شد، بعدش میریم سراغ حل تمرین ها.
یعنی چیزی هولوش 50 تا 80 کلیپ، شاید هم 100 کلیپ فقط حل تمرین خواهیم داشت با هم. حل تمرین رو دیگه جداگونه براتون انجام میدیم، دیگه پای تخته نیست، پای نرم افزاره که فقط نوشتن مدرس و صدای مدرس رو میبینید، حل تمرین رو دونه به دونه انجام میدیم. حالا دلیلش چیه بلافاصله بعد از تدریس نمیریم سراغ حل تمرین؟ دلیلش اینه که اگه الان بریم سراغ حل تمرین، خب مشخص موضوع بحث واجبه چی هست و شما هم همینه رو بنویسید. زمانی جالب میشه میتونیم بفهمیم که گرامر رو یاد گرفتیم یا نه، که کل گرامر بررسی بشه. حالا که کلا بررسی شد، با هم بریم سراغ حل تمرین. اون موقع شما هستین که تشخیص میدید کدوم مبحث گرامری اینجا باید استفاده بشه. اگه بعد از کلیپ بریم سراغ حل مبحث گرامری، شما خود میدیم مبحث این بود، تمرین ها همینه، باید یا هفت بذارم یا هست بذارم یا حد بذارم. اوکی؟ خب بچه تو زمان حال ما یه چیزی رو معرفی کردیم براتون. در زمان حال present چی معرفی کردم تو کلیپ قبلی؟ دو داز باریکلا. بعد اومدیم منفیشو چی گفتم؟ دو داز. منفیشو گفتم don't و چی؟ doesn't. درسته؟ بعد اومدیم تو زمان گذشته با هم بررسی کردیم. تو زمان گذشته گفتیم به جای دو و داز فقط میگیم چی؟ دید. حالت منفیش هم فقط میگیم چی؟ دیدنت. فرقی نمی کنه، یعنی داز گفته بودیم برای سوم شخص ولی گذشتهش فرقی نمی کنه، دیده. گذشته دو هم چی هست؟ دید هست. حالا من میخوام توی اینجا با هم بحث بکنیم که کی از دو استفاده کنم، کی از داز استفاده کنم، که هم یه تمرینی بشه برای شما، هم خیال خودم راحت شه که شما این مبحث رو یاد گرفتید. برای همین اینا رو پاک میکنم میام دو رو میذارم یه قسمت، میگم برای دو چی میآوردیم؟ ده. دیگه چی میآوردیم؟ شما بگید یو. دیگه چی؟ آی. دیگه وی، یا اینکه اسم دو نفر. برای داز چی می آوردیم تو فرم سوالی؟ شی. باریکلا هی، اسم یه نفر، مثلا ایمان. یا غایب باشه، مثلا مای پارتنر، شریکم. مای پارتنر. سوال می کردیم دو یو سپیک انگلیش، دو دی سپیک انگلیش، دو وی سپیک انگلیش، به همین سادگی. حالا من میخوام هف رو بذارم، کار خاصی نمیخوام بکنم اینجا. آه، سوالی با دو هف رو گذاشتم، هف تو. مثلا میپرسم Do you have to go؟ مجبوری بری؟ ببینید بعد از این دیگه فعل دو بذارم علامت سوال. Do you have to study hard؟ مجبوری سخت مطالعه بکنی. برای داز چی بذارم؟ برو سوالی بازم have to. ای آقا شما همین الان تدریس کردی گفتی که برای شیو و هی و ایمان و مای پارتنر، مای تیچر، مای مادر، مای فرند بیا بنویس has. آره گفتم باید has بیاد برای سوم شخص. اما بچه ها یادتون نره که تو کلیپ های قبلی گفتم وقتی داز میاد، داز کل بار سوم شخص رو با خودش حمل میکنه. یعنی چی؟ وقتی داز اومد میگه آقا فعلای بعدی تو همش فرم عادی خودش رو بنویس، نه حق داری ببریش تو حالت گذشته، نه حق داری ببریش تو حالت آینده، نه حق داری تغییر شکلش بدی. میگه چرا؟ میگه چون من بار سوم شخص رو به دوش کشیدم. یعنی چی؟ اگر قبلا تو حالت مثبت از هستو استفاده میکردیم، الان تو حالت سالی هفتو ثابته. برای همه قواعد گرامری این جمله صدق میکنه، یعنی نیازی نیست وقتی جمله سالی همه میشن هفت. اوکی؟ حالا بریم تو زمان گذشته. پرزنت رو بررسی کردیم، میم الان پست رو با هم بررسی میکنیم. تو حالت گذشته خیلی ساده یه دید داشتیم، میبینی؟ یه دید. آه برای هر دوتاش، برای چه؟ شی.
چه هی چه مثلا همکارم my colleague اینا رو عمدن اسامی مختلف می نویسم که یه لغت هم یاد گرفته باشی. مثلا می خواهیم بگیم برای I برای we برای they برای you برای همه بچه ها تو زمان گذشته از دید. خب گذشته است حد بیارم نه بازم have to و ادامه هر فعلی که دوست داری بذاری و جملت رو باهاش بسازی. مثلا did you have to go مجبور بودی بری گذشته است مجبوری بری do you have to go مجبور بودی بری did you have to go آقا چرا مگه نگفتی برای گذشته از حد میاد چرا هوا بردی بچه به اینا میگن فعل کمکی وقتی دید اومد تو حالت سوالی یا تو حالت منفی دیدن تو اومد کل بار گذشته رو این فعل کمکی میکشه نیازی نیستی که تغییر حالت بدی فقط در جملات مثبت تغییر حالت میدادیم میگفتیم ایمان has to he has to تو جملات سوالی از این خبرها نیست پس اینم تو بحث سوالی بچه با اینا بسیار مکالمات روزمره رو بسیار بسیار میتونید cover بکنید پوشش بدید پوشش داده میشه چی؟ cover آقا تو منفیاش چی میشه؟ آها مگه نمیگی؟ I go آها منفیش چی میشه؟ I don't go درست شد؟ مگه نمیگی؟ She goes منفیش چی میشه؟ Doesn't آها وقتی does اومد دیگه این چیزا معنا نداره اینا رو بعد گفتم بهتون تو کلیپ های قبل دیگه خیلی حالا چی دازم که فقط تو حالت مثبته که فعل میتونه تغییرات رو خودش ایجاد بکنه ولی وقتی فعل جملت منفی بود یا جملت سوالی بود فعل شکل ساده خودش رو میگیره نه اس میگیره نه ایدی میگیره نه شکلش میره به گذشته به همین سادگی مثلا I don't have to go من مجبور نیستم برم ببین منفی ها رو من اینجا بررسی میکنم همین که شد سوالی این داز اینجا میتونی بیا بذاریش doesn't بکنم پاک کنم منفی رو بنویسم بهتره شما حتما یادداشت خودتون رو انجام بدید من اینجا رو پاک میکنم بچه ها یعنی چی؟ الان میخوام اینو منفی بکنم خب don't میخواد اینو برای منفی کردن اینا رو بخوام منفی کنم چی میاد؟ doesn't تو جملات منفی و سوالی فعلت حالت مثبت خودش میده هیچ تغییر روش نمیشه ایجاد کرد مثلا they don't have to go اونا مجبور نیستن برن نقطه she doesn't have to go بازم هز نایمد چرا؟ بارها تکرار کردیم که در جملات سوالی و جملات منفی به هیچ وجه فعل تغییر حالت نمیده تغییر حالت رو این رخ داده اوکی؟ حالا برای گذشته نرفتم I didn't go مجبور نیستم I didn't have to go هر فعلی رو میتونید اینجا بیارید به همین سادگی اینم حالت منفیش اوکی بچه ها سعی کنید با معنا گرامر رو یاد بگیرید مبحث ساده ای هست به شرطی که شما کلیپ های قبل رو نگاه کرده باشید لطفا این یادداشت برداری رو بکنید حتما برای خودتون سه تا فعل مختلف بذارید فعلاتون هم شکل ساده خودش رو میگیره و جملات متفاوت کاربردی روزمره رو بسازید مثلا من میخوام سوال بپرسم چه زمانی شما باید برید پیش دندون پزشک فردا فردا چه زمانی باید برید پیش دندون پزشک این سوال رو میخوام بپرسم تا تخته رو پاک میکنم
شما تو ذهنتون این سوال رو طرح کنید. چه زمانی فردا باید بری پیش دندون پزشک؟ What time do you have to go to the dentist tomorrow? What time? چه زمانی برای سوالی دعا بردی؟ Do you have to go? باید بری. Have to go. باید بری. کجا؟ To the dentist. To the dentist. Tomorrow. خب. What time do you have to go to the dentist tomorrow? What time? به همین سادگی بچه. What time? چه وقتی؟ Do you? چرا دو سوال پرسی؟ Do you have to go? باید برید to the dentist. پیش دندون پزشک tomorrow. سوال بعدی میگم که جنت شنبه ها باید بره سر کار، یک شنبه ها باید بره سر کار. بچه اونا خارجی ها یک شنبه ها ترتیل هم دیگه. خب آیا داز، چرا داز آوردم؟ چون جنت شخص غایب هست. داز جنت have to go؟ آها چرا هم آوردم؟ چرا هست نه؟ چون جمله سوالیه. آها Does Janet have to go سر کار to work یک شنبه ها on Sundays؟ روزای هفته رو حرف اولش رو کپیتال می‌نویسید. Does Janet have to go to work on Sundays؟ آیا جنت باید بره سر کار یک شنبه ها؟ قید زمان همیشه کجا میاد؟ آخر فعلمون. Does Janet have to go? آیا جنت Does Janet have to go to work on Sundays? آیا جنت باید یک شنبه ها بره سر کار؟ پاسخ میدیم Yes, she does. No, she doesn't. نه نباید. این short answer هست بچه. Yes, she does. No, she doesn't have to go to work on Sundays. پاسخ بلند چیه؟ She doesn't have to go. مجبور نیست بره. کجا؟ سر کار. To work. روزای یک شنبه. On Sundays. Okay, my friends? با همین ساعتی. فرم منفی رو یاد گرفتید. با کلیپ های قبل میتونیم ترکیب بکنید و جملات بسیار زیادی رو بسازید. خب یه سوال میپرسم ازتون، ادامه این رو توی کلیپ بعد با هم بررسی میکنه بچه.